سلام دوستان، وقتتون بخیر. بریم برای رنگ‌آمیزی و نقطه کوبی روی سینی چوبی. سطح سینیمونو با یه دستمال تمیز میکنیم. اگر برجستگی هست برطرف میکنیم. طرحمونو که با توجه به سینیمون پرینت گرفتیم برش میزنیم و آماده میکنیم. وسط ظرفمون رو پیدا میکنیم و علامت میزنیم. وسط طرحمون رو میذاریم روی مرکز سینی که قبلا علامت زده بودیم. طرح و کاربون رو روی ظرفمون با چسب ثابت میکنیم. برای کشیدن طرحمون بهتره از مرکز شروع کنیم. دایره طرحمون رو یک بار دیگه با پرگار رسم میکنیم تا صاف و یک دست بشه. از رنگ آکریلیک استفاده میکنیم. به رنگ زردمون چند قطره آب اضافه میکنیم تا کمی رقیق بشه. یکی دو قطره رنگ قرمز به زردمون اضافه میکنیم تا کمی پررنگ تر بشه. چون سطح سینی قبلا رنگ شده، بهتر از قلم داتینگ برای رنگ آمیزی استفاده کنیم. مقدار کمی رنگ با قلم داتینگ بر می‌داریم و به آرومی رنگ رو هدایت می‌کنیم. نوک قلم باید به رنگ آغشته باشه تا به سطح کارمون آسیب نزنه. به رنگ آبی چند قطره سفید اضافه می‌کنیم تا کمی روشن‌تر بشه. با چند قطره آب رنگمون رو کمی رقیق می‌کنیم. بهتره به رنگ سفیدمون هم یک قطره رنگ زرد اضافه کنیم. برای دورگیری کارمون از رنگ آکریلیک طلایی متالیک استفاده می‌کنیم. اجازه میدیم رنگمون کاملا خشک بشه، بعد نقطه کوبی روی طرحمون رو انجام میدیم.
اگر نقطه ای رو اشتباه زدیم تا نقطه‌مون خیسه با یه گوش پا کن رنگ رو بر می‌داریم و دوباره نقطه رو می‌زنیم. توجه داشته باشیم اگر سطح چوب چرب و روغنی باشه رنگ روی کار نمیشینه. بهتره قبل از رنگ آمیزی چربی رو برطرف کنیم. حتما بین کار قلم رو با دستمال تمیز میکنید، چون رنگ آکرولیک روی قلم خیلی زود خشک میشه و نقطه هامون یک دست نمیشن. زمان میدیم تا کارمون کاملا خشک بشه. بعد از حدود 24 ساعت رنگامون که کاملا خشک شدن
با پاکن خمیری رد کربن یا مداد رو روی ظرفمون پاک میکنیم. برای براق و ضد آب شدن کارمون از وارنیش استفاده میکنیم. از یه قلمو که موهای نرمی داره برای زدن وارنیش استفاده میکنیم تا رد قلمو روی کارمون باقی نمونه. کارمونو میذاریم جایی که گرد و غبار نباشه و اجازه میدیم که کاملا خشک بشه.